نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز جمعه 10 ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم خواندن نماز فرادا در جایی که نماز جماعت برقرار است فرمودند: در کتاب عربة الوثقی آمده که اگر کسی در مکانی که نماز جماعت برپاست اقدام به خواندن نماز فرادا کند، اگر ظاهر کار او دلالت بر آن دارد که ثابت کند امام جماعت فاسق است، یعنی اگر این عمل و این نوع نماز خواندن تفسیق امام جماعت باشد و آن امام جماعت هم واقعا عادل باشد، نماز آن شخص باطل است. معظم الله در ادامه فرمودند: اما اگر آن شخص از خواندن نماز فرادا منظور خاصی ندارد، بلکه به دلیل آنکه عجله برای انجام کاری دارد و می‌خواهد نماز خود را زودتر بخواند تا به کار خود برسد، که متعارف هم این گونه است و به معنای اثبات فاسق بودن امام جماعت نیست و یا امام جماعت را نمی‌شناسد و در هر صورت در پی تفسیق امام جماعت نماز او بلا اشکال است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. عرض کردم اگه تفسیق نباشه دو تا چیز، یکی تفسیق نباشه این نماز، یکی امام جماعت امام عادل باشه. اگه عادل بود و این نماز فرادا خوندن تفسیق بود، آها باطله، این چون حرام این نماز. عرض کردم به شرط که اگه امام عادل بود، شرط دویمش این بود، اگه امام عادل نمیدونه میخواد تفسیقش کنه، این داره انجام وظیفه نه میدونم، نه صحیح نمازش، چرا باطل باشه؟ یعنی دلیلی نداریم بر باطل. نه مسئله قلبیه، نه اونا خیال میکنن این به هر کسی مکلفه به عمل و نیت خودشه. نه، اگه بین خود و خدا امام و فاسق میدونه و این نماز خوندنه اعلان تفسیقشه، چه اشکال داره؟ حتی اگه واقعا اشتباه کرده باشه. عرض کردم اشکال نداره. عرض کردم اشکال نداره. این گفتم میخواد دید نماز بخونه بره، نه اشکال نداره. این تو عروبه داره مسئله محل خلافه. جماعتی منم برداشتم اونی که اشکال نداره.